گوش کن جوون، بهتر آروم باشی، ما نمیخوای به صدمه‌ای بزنی. پلیس های گشت. توجه توجه، تمام واحدهای گشت منطقه شهر به ساختمان هستون مراجعه کنید. 317 تکرار میکنم، 317 به ساختمان هستون مراجعه کنید. تکرار میکنم، به ساختمان هستون مراجعه کنید. بله کوتولت هستم، پیام دریافت شد، الان خودمو میرسونم. بهتر آروم باشی، ما نمیخوایم به صدمه بزنیم. استفان، بهتر زودتر تکلیف ما رو روشن کنی. اسمت چیه پسر؟ بهتر اسمتو به من بگی. اسم من بنجامینه، ولی تو میتونی منو بن صدا کنی، البته اگه دوست داشته باشی. خب حالا تو اسمتو به من بگو. به من میگن بنگ بنگ چاقا. استفان بلنگو رو بده به من. من امتحان کردم، هیچ کاری نمیشه کرد، کاملا زده به سرش. این جوونه از بس مواد مخدر استفاده میکنن تو سرشون به جای مغز یه مش کاه وجود داره، واقعا غیر قابل تحمل. گفتم گرو بده به من. به حرفام گوش کن، چون عادت ندارم حرفامو دوبار تکرار کنم. جا گوش کن، من معامله نمی کنم. قرار نیست معامله ای بکنیم، تو دو راه بیشتر نداری، یا اسلحه همین الان تحویل میدی، یا اینکه به دست کمانده های ما کشته میشی. پس بهتره هر چی میگم گوش کنی. درقک لعنتی، من نمیخوام به کسی صدمه ای بزنم، برای این چاقه میخواد منو بکشه. مادرم هم همینطور، اونم میخواد منو بکشه. رئیس هم زنم هم همه میخواد منو بکشن. لازم نیست زندگی تو برای من تعریف کنی پسر، مطمئن باش مشکلاتت حل میشه. فقط کافی انتخاب کنی، مردن یا زنده موندن. من نمیخوام ببینم، خواهش میکنم منو نکشین، من نمیخوام ببینم. قرار نیست کسی کشته بشه، تسلیم بشی هیچ کس به صدمه ای نمیزنه. بهم قول میدی؟ آره قول میدم. استفان مرغ الان توی مایکروه هست، پس سرخش کن. مواظب باش. او نه، چی بهت گفتم کوتلاس، این آدم ها به جای مغز تو سرشون کاهه. آخ کوتلاس، میگن که استفان دل حسابی آدم کردی. اشتباه به اطلاعات رسوندن، این مردک خیلی مونده آدم بشه. این دیگه چی کار کرده؟ بدون مجوز فیل چی کار کرده؟ کوتلاس رئیس منتظرته. خیلی خوب، تو همون مکلودی هستی که تو تلویزیون دیدمه. سرگرد بهتون تبریک میگم، کارتون بسیار رسیت برد. سلام رئیس، مسلم که نیستم. متشکرم. یه تو کوتلاس، میخوام با سرگرد جیم آشنا بشی، از منطقه هفت به ما ملحق شده. خوشبختم آقا. از منطقه هفت؟ پس اینجا چی کار میکنی؟ نکنه به خاطر واکسن زدن کفشا تنبیهت کردن؟ آره نه، اینجا رو داوطلبانه درخواست کردم. جدی میگی؟ آقا میخواد نقشه پلیس واقعی رو تو محله وحشی بازی کنه. کافیه کوتلاس، نمیخوام بیشتر از این سر به سر کسی بذاری. باشه رئیس، یه دفعه خودتو خلاص کنم، بگو شهرمو کم کنم، من رفتم بیرون کار دارم. بابا عیبی نداره کوتلاس، فقط خیلی مختصر و مفید بهت بگم که از این به بعد تمام گشتاتو باید با سرگرد جیم انجام بدی. چی؟ همیشه یه همچین صابونه این ناجوری میخوری؟ تو این محله فقط خلافکاری نمیبینی پسر، باید خودتو به خیلی چیز عادت بدی. متاسفم که مامانت این جنس که برای نون برشته تهیه کنه. کاندیدای استانداری جک ویلسون در یک سخنرانی جیسون هوارد رو مسئول نظارت و تامین امنیت و مبارزه با خشونت در منطقه 13 که به محله وحشی ها معروف است معرفی کرد. راهی مدرسه بچه ها رو تهدید میکنن. چی میگه دیگه؟ لازم نیست جلوی مدرسه برن، نصف بیشتر این بچه‌ها به جای رفتن به مدرسه تو کوچه پس کوچه‌ها ولگردی میکنن. و نصف دیگه شون هم باعث رعب و وحشت معلم ها میشه. جدی؟ کیفم، کمک کنین، کیفم، کیفم.
پلیس بی حرکت بیس. خب دیگه کافیه بچه، دیگه بازی بسه. باز کن درو، باز کن. بدش من بچه جون. خیلی خوب رئیس، شما بردی. چی کار میکنی؟ مواظب باش رئیس. الان میگیرمت لعنتی، تسلیم شو. آی جیم زود باش این در باز کن، به اسرائیل شلیک میکنم. نه جیم نه. کیفتون اینجاست خانم، بفرمایید. خیلی متشکرم جوان. چطور این قصد رسیدیم؟ ها از میانبر اومدم. از میانبر؟ اگه قبلا به این خیابون اومده بودی؟ بعضی وقتا. آخه من سه تا چهار راه اونورتر به دنیا اومدم. بیا بالا. سب کن، کجا میری؟ مگه نمیخوای سپونتو تموم کنی؟ هی! جای بلدم که از اینجا خیلی دور نیست، ضمناً قهوه و کیکاش حرف نداره. ببینم تو راست گفتی که اینجا به دنیا اومدی؟ آره، تا 15 سالگی هم اینجا زندگی میکردیم. بعد یه بورس از دانشگاه پلیس گرفتم و وقتی درسم تموم شد منو فرستادن به منطقه 7. ولی همیشه دلم هوای اینجا رو میکرد. بابا زب باش، یه چاله خیلی بزرگی مسته. میخوای به کشتنمون بدی؟ بذار خودم رانندگی کنم. چون مهمون منی، من رانندگی. مهمون تو؟ فکر نکنم چیزی بدون قربان. اون اسلحه رو از یکی از فروشنده‌های من دزدیده. یکم روانی بود. به هر حال اصلا جای نگرانی نیست. دیگه مزاحم ما نمیشه. اوضاع ردیفه. این هفته میرم که اسلحه قوی‌تری تهیه کنم. بسیار خوب. خدا حافظ. همیشه گفتم که شما زنا موقع رانندگی خیلی خطرناک هستید. ببخشید استپان، باید برم یه گزارش بنویسم. ای بابا، این فقط یه شوخی بود. لازم نیست انقدر ناراحت بشی. من که چیزی بهت نگفتم. نه، من از همکاری با آدمی مثل تو حالم به هم می‌خوره. بیمارستان حالمو به هم میزنه، میفهمی؟ جونز حالمو به هم میزنه. نمیتونستیم برای بازدید جای دیگه ای رو انتخاب کنیم؟ خودتو ناراحت نکن رئیس، بخش واگیردارا نمیریم چون فیلم بردارا اجازه ندارن وارد اونجا بشن. پس بریم، هر چه زودتر شروع کنیم زودترم تموم میکنیم. استاندار آقای جک ویلسون امروز صبح از بیمارستان کودکان سنت مارکوس دیدن به عمل آوردند. در آخر بازدید خود به اهمیت انتخابات اشاره کردند و تاکید فرمودند: میخوام به شهروندان واکسن مبارزه با خرابکاری تزریق کنم، چرا که خیلی ضروریه که با خرابکاری بیشتر مبارزه بشه. دیدی با اسلحه چطوری ماشین کانون رو سوراخ سوراخ کرده بودن؟ زیاد نگران نباشون، کمتر خلافکاری پیدا میشه که اسلحه‌اش قوی‌تر از اسلحه ما باشه. توجه، تمامی واحدها به V412 حرکت کنند. تکرار میکنم، V412. پیام دریافت شد. موقعیت V412 دیگه. اونجا در فروشگاه بزرگ. این من بودم که پلیس رو خبر کردم. دو نفرم با موسسه. جیم تو جلوی در اصلی بیس، من سعی میکنم از در پشتی وارد بشم. هر کس تکون بخوره کارش تمامه. بس دیگه، انقدر گریه نکن. آی چینی، انقدر وقت تو طرف نکن. هر چی پول تو صندوق رد کن بیار. منو نکش، منو نکش، بهت میدم. هر چی پول هست بهت میدم. خواهش میکنم، منو نکش، خواهش میکنم. آه دیگه از این گریه ها خسته شدم پیر زن لعنتی. همین الان راحتت میکنم که اینقدر قصه پولاتو نداری. باریش دست نداری. کی شد؟ اسلحه تو بنداز. لعنتی، پول رد کن بیار زود باش. نه پولم، مغازم. وای توالت خوبه؟ بی حرکت، اسلحه تو بنداز. بنداز وگرنه شلیک میکنم. وایسا چینی. من چینی نیستم احمق، کره‌ایم. چقدر تو خنگی. کتلس دوست عزیز، کتلس، تو حالت خوب میشه. فقط کمی تحمل. جیم یه کاری برام میکنی؟ حتما. چی میخوای؟ کمکم کن این جلیقه ضد گلوله رو در بیارم، خیلی به هم فشار میاره.
در ضمن ببین کجا میتونم خودم بشورم، چون از بوی رب گوجه اصلا خوشم نمیاد. با مسلسل حمله کنید، مرتب بهشون شبیخون بزنید، اسلحه های پیچیده به کار ببرید. مطمئن هستم که بانده بزرگ دلال ها مشغول رسوندن اسلحه به خلافکارا هستن. چیزی که میدونیم اینه که این محموله ها از گروه های قدیمی ارتش تعمیر میشه، ولی دقیقا از طریق چه کسی و از کجا میاد هنوز نمیدونیم. خب فعلا همین، تنها چیزی که برای گفتن باقی مونده اینه که به خوبی مراقب خودتون باشی. حالیه، این چیزی که همیشه مادرم بهم میگه. یه چیز دیگه، فردا روز انتخاباته و به هیچ وجه نباید اجازه بدید امنیت از بین بره. بالاخره به آرزوت رسیدی، چون امروز مجبور نیستی قیافه منو ببینی. باید تو اداره بمونم. ببینم تو چه برنامه‌ای داری. هیچ چی، گشت و خیابونا. پرسشنامه ها در چه وضعیتی هستن؟ چی میگن؟ آروم باش رئیس، دیروز شما 7% جلو بودید. غیر ممکنه که ببازیم. اینجا پر از پاسبانه رئیس، فکر نکنم به من احتیاجی داشته باشید. تو ماشین بمونم؟ پیاده شو، زودتر به من رأی بده، زودتر برو. ببخشید آقا، همینجا بمونید. امروز انتخابات برگزار میشه، باید تا پارکینگ میدان اصلی ادامه بدیم. هی تو، این دفعه دیگه نمیذارم در بری. بیس بایست بچه. اگه دنبالم نکرده بودی اینطوری نمیشد. اسمت چیه بچه جون؟ پدر مادرت کجان؟ پدر مادر ندارم. چه حیف، کجا زندگی میکنی؟ من ببر اداره پلیس، میخوام ازت به خاطر بدرفتاری شکایت کنم. خوبه، اگه واقعا چنین قصدی داری حق داری سکوت اختیار کنی، چون از این لحظه به بعد هر چی بگی میتونم بر علیه تو ازش استفاده کنم. گوش کن دوست من، داشتم شوخی میکردم. چی شده؟ هیچی خواهر، چیزی نی بیلی نشده، داشت میرفت زیر ماشین، فقط خواستم تا خونه همراهیش کنم. خیلی متشکرم، بفرمایید تو، خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم، اما فقط یک لحظه. از وقتی پدر و مادرمون مردن بیلی فقط دردسر ایجاد میکنه، منم به اندازه کافی فرصت ندارم که بهش برسم. بله کاملا روشنه، به نظر من که یه پسر عادیه، فقط یکم خشنه، اون باید راهنمایی بشه. خوشحالم که اینطوری فکر میکنید. راستش موقعیت این که بتونم برادرمو تربیت کنم پیدا نکردم. اوه این خیلی بده، به نظر من باید بیشتر بهش توجه بشه. بله حق با شماست، حتما این کارو میکنم. خب دیگه خیلی دیرم شده، باید برم، یادم رفت که در حال خدمت هستم. اشکالی نداره که من از شما بخوام بیشتر مراقب برادرتون باشم؟ حتما. جیم، اگه قرار بود منو به شام مهمون کنی چه غذایی بهم بدی؟ خوراک دلزفه چطوره؟ جدی میگی؟ من عاشق خوراک دلزفم. پولشو بده خودم میرم میخرم. فکر نمی‌کنم زیاد گرون باشه. خیلی زرنگ کوتله است. ای اونجا رو نگاه کن. به نظر تو این نقل مکان غیر عادی به نظر نمیاد؟ چرا؟ پلیس، پلیس. اینا یه بانده. آره حالت خوبه جیم؟ آه فکر میکنم، آره خوبم کوتلس. میدونی چیه رفیق؟ فکر کنم وارد یه جنگ سخت شدیم. موافقم. ماشین ما رو با یکی از اینا منفجر کردن. بذارش زمین کوتلاس. کوتلاس فکر کنم تلویزیون خبر انفجار اتومبیل ما رو پخش میکنه. در طول انتخابات شما در سخنرانی‌های خودتون صحبت از این کردید که خشونت و ناامنی در محله وحشی‌ها تمام خواهد شد، در صورتی که از وقتی که شما استاندار این شهر شدید این موضوعات بیشتر شده و هر روز شاهد جنگ‌های خیابانی هستیم. هر کدوم از این سیگار برگ‌هایی که استاندار می‌کشه مدل یک هفته حقوق من قیمت داره. خب بله، شاید از نظر تکنیکی همینطوری باشه که شما میگید، ولی کوتلاس تلفن خط 5. متشکرم کاران. کوتلاس بفرمایید. چی؟ همین الان میام. مابل تو اتاق برادرش اسلحه پیدا کرده. هی جیم، لطفاً غیبت منو پر کن. حتما دوست من. بیلی گوش کن چه میگم. این موضوع اصلاً شوخی نیست. از کجا این اسلحه رو پیدا کردی؟ گفتم که من فقط خیلی ساده برداشتمش. از کجا برداشتیش؟
داشتم توی یه انبار قدیمی محله چرخ می‌زدم که یه مرتبه یه عالمه اسلحه دیدم. اونجا خیلی اسلحه هست، بزرگ و کوچیک، هر جوری که بخوای. ولی من از این خوشم اومد و برداشتمش. آخه خیلی قشنگه. می‌تونی منو ببری اونجا؟ معلومه. اینجاست. همینجا منتظرم باش. فهمیدی چی گفتم؟ آره. میخوای دیگه فروش نداشته باشین؟ هنوز یه عالم اسلحه برای پخش باقی مونده و یه عالم پول در انتظاره مونده. ولی یادت نره که این سلاح‌ها رو از طریق کانالایی که من در ارتش داشتم به دست آوردیم. این جو استاندار جک ویلسونه، اونم استفان بن. بیلی عجله کن برو پلیس رو خبر کن. تو هم یادت نره که من مسئول فروش این سلاح کردی تا در طول انتخابات خشونت در شهر بیشتر بشه و تو هم با وعده‌ها توجه مردم رو به خودت بیشتر جلب کنی. ولی الان همه چی فرق میکنه، من استاندار شدم و این خشونت ها به ضررم تموم میشه. هر غلطی که میخوای بکنی بکن. بیا چت آقای زرنگ، اصلاً هم بنداز زمین چاقله اون خوزه داره بیریخ میشه. خوبه، حالا میرم که اسلحه جدیدمو افتتاح کنم. جناب استاندار، بهتره از اسلحه این پلیس استفاده کنی. این بهترین پیشنهادی بود که از جونز شنیدم. آفرین. وای وحشتناک، به دست یه قاچاقچی کشته شده. از قرار معلوم قاچاقچی پلیس بوده، چون صاحب این اسلحه پلیسه. فعلا خدا حافظ الفی. به سلامت جیم. کوتلاس دارن دنبالت میگردن. استفان برمه دست جک ویلسون کشته شد. من اینو میدونم، ولی کاری نمیتونیم بکنیم، چون حرف ما رو باور نمی کنن. اسلحه اثر انگشت تو روی اسلحه بوده. آه مابل، اسلحه که بیلی دزدیده بود اول اسم استاندار رو شک شده بود. جی دبلیو. بزن بریم جیم. کجا بریم؟ مابل، مابل نمیدونم کجاست، نمیدونم. شاید بیلی اونو دوباره برداشت. دیگه بیش از حد دارم حوصله به خرج میدم، شاید وقتش رسیده که خشونت به خرج بدم. برای آخرین بار تکرار میکنم، اسلحه من کجاست؟ نمیدونم. در مسئله گیر آوردی؟ آه یه چند تایی. حرف بزن، حرف بزن، بگو بگو. آقای استاندار، کوتلاس هنوز بازداشت نشده، ولی پلیس دنبالشه. اون خیلی ترسیده. حتما داره به طرف ما میاد. به مرسی که رسید خدمتش میرسید. باید حواسمونو کاملا جمع کنیم. فقط به دلیل اینکه اول اسم استاندار روی اسلحه حک شده، نمیتونه مدرک کافی به حساب بیاد. این چیزی رو ثابت نمیکنه. متاسفم بیلی، به مدرک بیشتری احتیاج داریم. یه بریم پسرم. چی اونجا؟ تو صدایی شنیدی؟ نه، من هیچی نشیدم. کلاس کجاست؟ اونجا هست، از در ورودی محافظت میکنه. نگاه کن، یکی داره میاد. ماشین پلیس. شلیک کن. اه، هیچ کس توش نیست؟ من اینجا محمقا. ایست، حرکت نکنید. پلیس، حالت چطوره استاندار؟ شلیک نکن، اسلحه ندارم. هشدار به همه واقعی‌ها، دنبال جک ویلسون باشید به جرم قاچاق اسلحه. جیم؟ کجای جیم؟ تکون نخور وگرنه من مخ تو اصلا میپاشم. کوتلاس، مواظب باش جیم. لعنتی، جیم، جیم نگران نباش، خوب میشی.
نه دوست من، این دفعه دیگه جریقه زده گلوله و رب گوجه فرنگی در کار نیست. کتلس دوست عزیز من،